در این ویدیو میخوایم ببینیم چطور میتونیم با مدیریت سرمایه درست فقط 1% از کل سرمایه‌مون رو اگر توی یک معامله استاپ خوردیم از دست بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر که هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید و اگر تازه به چنل ما آشنا شدید، دوره‌های مختلفی رو هم برای تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال قرار دادیم که میتونید ازشون استفاده بکنید و یادتون نره که لایک بکنید ویدیوهامون رو و لینکش رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید، چرا که این تنها راه حمایت شما از تیم تحلیلی ماست. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما در این ویدیو قصد داریم در خصوص با یکی از مباحث مدیریت سرمایه صحبت بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم حجم انتخاب بکنیم و در واقع اصولی که باید حجم خودمون رو توی هر معامله انتخاب بکنیم به چه صورت هست و اگر که بدونید میزان استابلاس ما باید حجم ما رو تعیین بکنه و بسته به اینکه چقدر استابلاس ما کوچیک هست و بزرگ هست ما باید حجم بگیریم و اصلا ربطی به اینکه بخوایم چند درصدی از بالانس خودمون رو یا کل داراییمون رو بخوایم وارد بکنیم مربوط نیست و میزان استابلاس ما هستش که میاد و مدیریت سرمایه اصولی ما رو در واقع درست میکنه. اگر که چارت رو ببینید، فرض بکنید که ما میخوایم یک معامله لانگ بگیریم و تیپی اصلا مهم نیستش، فرض بکنیم که حالا کل تیپیمون قیمت قراره که از این محدوده یک حرکتی رو داشته باشه به سمت بالا. این که مثلا شما فرض بکنید که بخواید یک حجم ثابتی رو برای این دوتا معامله بخواید بگیرید که اینتریش یه جا هست و در واقع تیپی یه جا هست، کاملا غلط هست و باید ببینید که میزان استابلاس شما چقدر هست و اصلا اینکه شما بخواید یک معامله رو بگیرید باید یک سری در واقع فرمولایی داره، یک سری ضرب و تقسیمی هستش که همیشه باید انجام بدید و طبق اون پیش برید که الان فرمول محاسبش رو با هم دیگه بررسی میکنیم و یک فایل اکسل هم هستش که اصلا نیازی نداره هر سری بخواید ضرب و تقسیم بکنید و حالا با استفاده از بالانس خودتون، میزان ریسک خودتون که جلوتر بریم ما هم دیگه چک میکنیم و حالا تایم فریمی که هست، حالا یه وقتی از تایم فریم های پایین‌تر خب استاپمون کوچیک‌تر هست، ولی قصد ما این هستش که اگر داریم معاملاتی رو کار میکنیم فقط و فقط 1% از کل سرمایه‌مون بره توی ضرر و این که میگیم حالا 1% چیز کاملا پرسونال و شخصی هست، یعنی یک شخصی میتونه میزان ریسک خودش رو زیر 1% بگه، یعنی حاضر بشه که زیر 1% کل بالانس خودش اگر ضرر کرد از دست بده و یک سری هم بیشتر از اون میزان ریسک رو میخوان داشته باشن. فرض میکنیم که ما الان $1000 کل موجودی ما هستش و ما با استفاده از این $1000 میخوایم توی فیوچرز معامله باز بکنیم و حالا میگم یه چیزی هستش که بالانس شخصی خودتون هست و باید اعداد و ارقام خودتون رو قرار بدید و یک لوریج رو قاعدتاً داریم که اصلا باش نمیخوایم صحبت بکنیم و در خصوص لوریج هم یک ویدیو گرفتیم و گذاشتیم که میگیم که اصلا لوریج واقعا هیچ تأثیری توی سود و ضرر نداره و فقط برای مارجین ما هستش که ببینیم برای یک معامله چقدر میتونیم خودمون سرمایه بذاریم، چقدرش باید از صرافی بگیریم و خدمت شما عرض بکنم که این بالانسمون ضرب در لوریجی که استفاده بکنیم کل مارجین ما رو در واقع داره پوشش میده و ما بحثی که داریم وقتی که میخوایم ریسک بکنیم باید روی بالانسمون ریسک بکنیم، یعنی با مارجینمون کاری نداریم، چون که مثلا اگر $1000 داشته باشیم و بخوایم از لوریج 1 استفاده بکنیم قاعدتا همون پول رو فقط داریم، اگر لوریجمون رو ببریم بالاتر در واقع دارایی خودمون بیشتر میشه و حالا میزان سودی که میبریم صرفا بیشتر نمیشه و حالا ریسکی که اینجا در نظر گرفتیم 1% هست، یعنی اگر ما وارد یک معامله‌ای بشیم فرقی نمی‌کنه چه استاپ 3% باشه یا چه استاپ 1% داشته باشه، باید 1% از کل این سرمایه از دست بره، یعنی $10 رو ما مجاز هستیم که توی معاملات خودمون از دست بدهیم و در واقع استابلاسی هم که داریم 1% رو اینجا داره که برای اینکه ببینیم چه جوری باید حجم بگیریم اون ریسک خودمون رو به دلار رو تقسیم بر میزان استابلاس میکنیم، یعنی اگر 3% اینجا ما استابلاس داریم 10 رو تقسیم بر 3% میکنیم و اگر که 1% باشه 10 رو تقسیم بر 1% میکنیم و خدمت شما عرض بکنم که میگم حالا
این میزان ریسک کردن کاملا شخصی هست، یکی میتونه ریسکش رو بیشتر بکنه، اینکه حالا بنز چقدر باشه هر شخصی داره خب قاعدتا فرق میکنه. و اگر که بخوایم یک در واقع مثالی رو اینجا بگیم، ببینید یک بحثی که هست قبل از اینکه بریم سراغ مثال، میگم اگر که استاپ شما انقدر بزرگتر باشه شما باید حجم کمتری بگیرید، و اگر استاپتون کوچیکتر حجم بیشتری رو میگیرید. ولی چیزی که مهمه اینه که شما تو هر معامله فقط مجاز هستید که به میزان ریسک خودتون که الان 1% داریم فرض میکنیم و خود ما هم 1% در واقع بحثمون هست، باید در نظر داشته باشیم. حالا فرض میکنیم که اینجا ما میخوایم یک معامله رو داشته باشیم، حالا فرض میکنیم که یک حالا باکسی اینجا هست که پیدا کردیم که هر قیمت رو کار بکنه و بده بالا، و اگر که اینجا بخوایم روی سطح بیس وارد بشیم و استاپ خودمون رو پشت این بیس بذاریم و تارگت خودمون رو مثلا بگیم اینجا یک بحث ساپلای هست که در نظر داریم و اینجا رو می‌خوایم ترید بکنیم، اگر که اینو من پاک بکنم اینتری پرایسمون رو اینجا ملاحظه بکنیم، یعنی 40804 دلار باشه به استاپ 40359، ما می‌خوایم ببینیم که چقدر باید حجم بگیریم. و بالانسمون رو گفتیم 1000 دلار هست، فرض میکنید تو صد ثابت 1000 دلار هست، حالا هر شخصی میتونه این رو جداگونه بزنه و این فایل اکسل رو هم لینکش رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم که میتونید در واقع دانلود بکنید. ریسکمون رو 1% فرض میکنید، پس ما ریسکمون به دلار میشه 10 دلار. و اگر اینتری پرایس ما برای یک معامله لانگ روی 40804 باشه و استاپ لاس ما روی 40359 باشه، 40359، ما مجاز هستیم که 916 دلار در واقع پوزیشن سایزمون باشه. و اگر که ما این بحث کافی رو نداشته باشیم، یعنی از 916 دلار ملزم کنید، اگر که بخوایم از کل بالانس خودمون استفاده بکنیم فقط 4 دلارش دیگه میمونه. و اگر که بخوایم در واقع این موجودی رو در واقع توی اکانت خودمون به دست بیاریم، باید حتما از لورج های بالاتر استفاده بکنیم، که میگم لورج واقعا توی پی ان ال ما، سود ضرر ما خیلی تاثیر نداره، فقط تو بحث حجم گرفتن ما که میتونه در واقع کار بکنه. و اگر استاپ ما حالا بستگی به سبکا هم داره دیگه، یعنی حالا اشخاصی که با استفاده از سبکای مختلف کار میکنن استاپ خودشون رو نسبت به اون سبک در واقع دارن تعیین میکنن. و اگر استاپمون بزرگتر باشه، یعنی استاپمون تقریبا 2.19% باشه و عددش رو 39000 رو فراموش کردم 39910 دلار باشه، ما مجاز هستیم که 456 دلار وارد این معامله بکنیم. میگم تی پی ما اصلا مهم نیست که کجا هست و درصد استابلاس ما هستش، که اگر ما توی معاملات خودمون استابلاس خوردیم این استابلاس میاد و حجم ما رو تعیین میکنه که در نهایت ما 1% از کل سرمایه خودمون رو ریسک کرده باشیم و اگر استاب خوردیم از دست بدیم. و در واقع بحث مدیریت سرمایه یکی از مهمترین بحثایی که داره همین هستش. و معمولا اشتباهاتی که میکنن، مثلا میگن اگر 10000 دلار بالانس ما هست، ما مثلا اگر بخوایم 1% رو یا 10% رو بخوایم ریسک بکنیم، میایم و به این صورت حالا هر جایی که به هر استاپی بود ما وارد معامله میکنیم و به نسبت اون میان و حجم میگیرن و اصلا خیلی به این موضوع ربط نداره. میگم استاپ ما تعیین کننده این هستش که ما چقدر در واقع حجم بگیریم تا اگر که ضرر کردیم 1% رو صرفا بخوایم از دست بدیم. و اگر که بخوایم ریسک خودمون رو هم بیشتر بکنیم، مثلا یکی میگه من 3% میتونم مثلا ریسک بکنم و اگر در واقع خواستم ضرر بکنم تا 30 دلار بشه، و میتونه خب پوزیشن سایزش رو قطعا ببره بالاتر، که خب منطقی این هستش که خب همون 1% کار بکنیم و خیلی ضرر هم ندیم توی مارکت. و حالا میگم یه چیز کاملا شخصی با استفاده از استراتژی روانشناسی که داره، حالا اون فرد میتونه کاملا تاثیرگذار باشه و حتی زیر 1% هم میتونن حالا اعداد خودشون رو وارد بکنن و با استفاده از اون حجم خودشون رو هم بگیرن. مثلا یکی میتونه بگه من 0.5% میخوام ریسک بکنم. حالا فایل این اکسل رو هم براتون قرار میدیم که اگر خواستید هر معامله‌ای رو داشته باشید خودتون حتما قبلش این خدمت شما عرض بکنم که حجم گرفتن رو محاسبه بکنید و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر که دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید و تا ویدیو بعدی و جلسات آینده، خدا نگهدار.